بسم الله الرحمن الرحیم. مرا هزار امید است و هر هزار توی. شروع شادی و پایان انتظار توی. دوستان علی سلام. ایشالله هر جای ایران زمین هستید حال دلتون خوب و خرم باشه. بچه رسیدیم به آخرین قسمت از آمار، آنالیز و احتمال. ایشالله که توی این تیپ تست های پایانی برای شما جنبندی مناسبی شده باشه. سوال شماره 30 میگه یک سکه و دو تاست را با هم پرتاب میکنیم، با کدام احتمال جمع عدد دو تاست بیشتر از 4 یا سکه رو ظاهر شد؟ خب این یایه که بچه یعنی اجتماعشون دیگه، یعنی پی آ اجتماع بی، و این دوتا مستقلم هستن، پس فرمولو می نویسیم و حساب کتابش انجام میدیم. خب پس پی آ اجتماع بی برابر خواهد بود پی آ به علاوه پی بی منهای پی آ اشتراک بی. خب بیام سراغ آ. من اگر احتمال این آ رو بخوام در نظر بگیرم، جمع دوتا تاس بیشتر از 4. بچه در مورد جمع دوتا تاس یه نکته گفتم جلسه قبل، گفتم یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 8 9 10 11 و 12. گفتم از اینا یه دونه کم میکنیم. البته دوست عزیز لازم نیست این کار انجام بدیم، میدونم یادآوری میکنم. این میشه یه حالت، این میشه دو حالت، این میشه سه حالت، این میشه 4 حالت، این میشه 5 حالت، 6 حالت، دوباره از این و بچه وقتی به 7 رسیدیم دوباره از این ور میایم 1 2 3 4 و 5. تمام نکات جمع دو تاس از این میره. خب میگه بیشتر از 4 بره، یعنی آقا این اعداد رو با هم جمع کن، این اعداد رو با هم دیگه جمع کن. کدوم اعداد؟ این اعدادی که این پایین هست رو با هم جمع کن. خب دانش آموز میاد میگه آقا 5 و 5 10، 6 و 4 هم 10 میشه 20 تا، 24 تا، 27 تا، اینم 3 تا میشه 30 تا. پس از لحاظ جواب پی آی شما میشه 30 به 36، به 6 بزنم میشه 5/6. اگر روش متمم هم میخواستی بری میگفتی 2 و 3 و 4 جمع کن، ببین 3 و 2 5، 5 و 1 میشه 6، 6 منهای 36 میشه 30/36. هر دو روش شما هم بهتون گفتم، هم میتونید اصلش رو حساب کنید، هم میتونید متممش رو حساب کنید. تو این تکنیکی من به شما دارم میگم فرقی نداره، چون خیلی راحت حساب میشه. قسمت بعدی در مورد یه دونه سکه هست. بچه سکه قرار رو بیاد. خب سکه اگه بخواد رو بیاد، سکه دو حالت داره، یکی از اون دو حالت رو هستش. خب بند از اینجا، پس اینجا رو داری پی آ 5/6 به علاوه پی بی رو داری 1/2. بچه چون اینا مستقلن پس اینا رو باید ضرب کنم. پی آ اشتراک بیش میشه 1/2 ضرب در 5/6 میشه 5/12. پس منهای 5/12، یه مخرج مشترک بگیرم 12، اینو ضرب در 2 کن 10، به علاوه اینو ضرب در 6 کن 6، اینم که هیچ، منهای 5 میشه 1، پس میشه 11 به روی 12. کدام گزینه؟ گزینه 4. نکته خاصی نداشت، فقط یادآوری این نکته و فرمول پی آ اجتماع بی بودش. بریم بعدی. سوال شماره 31. احتمال قبولی فرد آ در یک آزمون 84%، احتمال قبولی فرد بی در همان آزمون 75%. با کدام احتمال حداقل یکی از آنان در این آزمون قبول میشن؟ بچه دقیقا مثل تیپ تست های بالایی بود که براتون حل کردیم تو جلسات گذشته، و از همون فرمول حداقل یکی یعنی پی آ اجتماع بی میریم. پس میشه پی آ به علاوه پی بی منهای پی آ اشتراک بی، چون مستقل هستن تو هم ضرب میشه و ساده سازه، چیز خاصی نداره، خودتون باید حل کنیم و به جواب 3 برسید. بریم 32. 32 چی میگه؟ میگه در کیسه 5 تا مهره سفید و 3 تا سیاه و 2 تا قرمز، 3 مهره به تصادف خارج میکنیم، با کدام احتمال فقط 2 مهره خارج شده هم رنگ هستن؟ این کلمه فقط رو میاره. اوکی نگاه کنید. پس میریم سراغ تست 32.
این کیسه همونو میکشیم. خب بریم تو کیسه 5 تا سفیده. بچه قرار شد اینا سفید باشن، 1 2 3 4 5 قرار شد اینا چی رنگی باشن؟ سفید. من مهره سفید ندارم. خب و 3 تا مهره سیاه، سیاه هم ندارم. پس بیا اینم یه، خسته نباشه آدم، هیچ مهره ای نداری. اینم سیاه، 2 تا قرمز داریم. اینم 2 تا قرمز، به به، اینم 2 تا قرمز. حالا چه اتفاقی قرار بیفته؟ 3 مهره از کیسه خارج میکنیم، اینم 3 تا مهره بپرم بیرون، 2 تاش هم رنگ میشه. خب بچه ما اگه احتمال بخوایم حساب کنیم میشه مطلوب بکن، مطلوب بکن. آقا کلش رو بریم حساب کنیم، کلن چند تا مهره است؟ 5 تا، اینم 5 تا، میشه 10 تا. 3 تا میخوام انتخاب کنم، 3 از 10. روش بهتون یاد دادیم چیوری بود بچه ها؟ دوستانی که اولین بار رو دارن میبینن، 10 بالا 3 پایین، بیا عقب تا به 1 برسی. 3 2 1، 3 جمله، 10 9 8، 3 جمله ناکن، 3 2 1، دنده عقب به 1 رسیدی، 3 جمله، اینجا هم 3 جمله، دنده عقب. خب به 3 میشه 1، به 3 میشه 3، به 2 میشه 1، میشه 4، اینجا 120. مطلوبتون نمیدونم چقدره، اینجا حسابش میکنم. مطلوب آقا میگه فقط 2 تاش هم رنگ باشه. خب اگه 2 تاش هم رنگ باشه میتونه 2 تاش قرمز باشه، 2 تاش قرمز باشه. خب من اینجا بنویسم قرمز باشه، یا مثلا سیاه باشه، یا سفید باشه. آقای امینی چرا 3 بار نوشتی؟ چون 3 رنگ داره. چرا 2 تا پرانتز گذاشتی؟ خب وقتی 2 تاش یه رنگ باشه یه دونه دیگه میمونه دیگه. 2 تا مهره من از این 2 تا مهره قرمز باشه، خروجی من 3 مهره است، 2 تاشو در آوردی، یکی دیگهش میمونه. نگاه کن، 1 5 تا، 1 3 تا، 1 8 تا اینجا وسط از بقیه رنگ ها میمونه. سیاه باشه، خیلی خوب، 2 تا از این 3 تا سیاه باشه. خب سیاه ها بره کنار، 5 تا، 2 تا، 7 تا میمونه، یکی از این 7 تا تا بشه 3 تا مهره. ببین 3 تا مهره، 3 تا مهره. سفید باشه، خب 2 تا از این 5 تا، 2 تا از این 5 تا، یه دونه دیگه میمونه دوباره از این 5 تا، یه دونه دیگه میمونه از این 5 تا، این جمعش میره توی مطلوب. بچه 2 از 2 که میشه 1، 1 از 8 هم که میشه 8، پس میشه 1 ضرب در 8، 8 به علاوه. خب 2 از 3 بایز 1 از 3 برابره میشه 3، 3 7 هم میشه 21 به علاوه. 2 از 5 میشه 10، اینم میشه 5، میشه 50. خب این 50 تا، 70 تا، 78، 79، بله 79 به 120، گزینه 3، بله این هست. بریم بعدی، تست شماره 33. بچه این 33، 34، 35 این همه تست های کنکور واقعا خیلی گلابی بوده، یعنی دانش آموز که این تست های آموزش حل کردن دیگه یک نگاه خیلی گلابی به اینا داره، میگه اینا چیه دادن. میگه در یک شرح صنعتی 60% جمعیت مرد، 40% زن. خب اگر 18% مردان و 12% زنان تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، چند درصد این جمعیت تحصیلات دانشگاهی دارند؟ خب ببین یه شاخه باز میکنی، مردان زنان، مردان 60%، زنان 40%، سهم تحصیلاتشون 18% مردان، 12% زنان. اینو ضرب در این میکنی، اینم ضرب در این میکنی، با هم جمع میکنی، ساده سازی میکنی و به گزینه شماره 2 باید برسی. ببین واقعا گلابی. بریم بعدی، 34. میگه در کیسه 5 مهره سفید، 4 مهره سیاه و 3 مهره آبی وجود داره، 5 تا و 4 تا و 3 تا. خب 3 مهره به تصادف از کیسه خارج میکنیم با هم، با کدام احتمال مهره های خارج شده متفاوتن؟ آقا یعنی از یک رنگ نباشن دیگه، متفاوت باشن. 3 تا داری خارج میکنی، پس یه دونه از این 5 تا، یه دونه از این 4 تا، یه دونه از این 3 تا تو صورت. خب این 5 تا،
این 3 تا 8 تا 4 تا هم 12 تا، انتخاب 3 از 12 هم که تو مخرج ساده سازی میکنی و به گزینه 2 میرسی. ببین واقعا چون ساده است ما همین توی دیم رد میشیم میریم میگیم آقا این دانش آموز خودش میتونه به راحتی چیکار کنه، جمع و تفریقش رو حساب کنه. سوال بعدی 35، دو تاس رو با هم میاندازیم، با کدام احتمال مجموع دو عدد رو شده مضرب 4 است؟ بچه در مورد مجموع دو عدد رو شده خیلی صحبت کردیم دیگه، گفتیم ما باید 2 تا 12 یه دونه کم کنیم داستان. خب 35 هم باید به گزینه 1 برسید، یعنی چقدر؟ 1 4. پس 33 34 35 تکراری های کنکوری هایی بود که من واسهتون بالا حل کردم و شما به راحتی باید حلش کنید. بریم بعدی. تست شماره 36. بچه این تست برای سراسری داخل 96 میگه 2 سکه و 1 تاس را پرتاب میکنیم، با کدام احتمال هر 2 سکه رو یا تاس 6 ظاهر میشه؟ آقا 2 تا سکه پرتاب کنیم 4 حالت داره، 2 تاش رو بشه میشه 1 از 4 سهمش، تاس 6 بیاد 1 از 6 سهمش. آقا این کلمه یا یعنی پی آ اجتماعی بی دیگه، یعنی پی آ به علاوه پی بی منهای پی آ اشتراک بی، چون مستقلا هم که تو هم ضرب میکنه. دانش آموز که داره به این نگاه میکنه میگه آقا من شبیه اینو دیدم تو یه جا حل کردی. بله، یه دونه عقب گرد بریم تست شماره 30 رو نگاه کنیم. 1 تاس و 2 سکه را پرتاب میکنه، با کدام احتمال جمع دو عدد تاس بیشتر از 4 یا سکه رو ظاهر شده؟ بچه این خارج 96 بوده، نگاه کنید. پس تو 96 داخل و خارجش یه تیپ تست کاملا شبیه هم بود. پس این مدلش که خیلی راحته، یه دونه 1/4 یه دونه 1/6 یه دونه ضرب 1/4 و 1/6 جمع و تفریق ساده کن به 3/8 میرسیم. بریم بعدی. تست شماره 37 میگه چند عدد 3 رقمی میتوان ساخت به طوری که هم رقم زوج و هم رقم فرد داشته باشه؟ تکرار مجاز است. بچه آنالیز دیگه، بریم سراغ اعداد 3 رقمی. خب عدد 3 رقمی این 3 تا جایگاه رو من براشون در نظر میگیرم با اعداد 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9. هم زوج داشته باشه هم فرد. اوکی، ما بیایم یه کاری بکنیم، بیایم از روش متمم استفاده کنیم، بگیم آقا کل منهای فقط زوج به علاوه فقط فرد، هرچی خارج بشه میشه هم زوج و هم فرد. خب آقا کلش رو بخوام حساب کنم سه رقم با تکرار، بچه صفر نمیتونه بیاد، صفر قرار نمیگیره، پس از 10 تا میشه 9 تا، 10 تا 10 تا، پس میشه 900 تا، پس میشه 900 آره یه جا دیگه نمیسن، میشه 900 منهای جمع دو تا عدد فقط فرد. خب 1 2 3 یعنی همشون فرد باشن، 1 3 5 7 9 این 5 تا رو دارن، 5 تا میشه 125 تا. فقط زوج 1 2 3 دوباره 0 قرار نمیگیره، میشه 4 تا، 5 تا میشه 100 تا، میشه 225 تا، 200 تاش بره میشه 700 تا، میشه 675 تا. بله سوالش گلابی بود، تو یکی از آزمونهای کشوری هم مطرح شده بود کدام گزینه گزینه است. بریم بعدی. سوال شماره 38 میگه اگر مجموعه آ به این صورت باشه، تعداد زیر مجموعه های 4 عضوی این مجموعه که دارای عضو آ و فاقد عضو بی باشه چقدر؟ نگاه کنید، یادآوری هم بکنید بچه ها، اگر شما یک مجموعه داشته باشید که به این صورت A و B و C و D و E و F و G هم داره، خب بچه اگه شما یک مجموعه زیر مجموعهاشو بخواید حساب کنید در حالت کلی، فرمول 2 به توان n میرید دیگه، 1 2 3 4 5 6 7 2 به توان کلا. اما اگر قرار شه از این مجموعه 7 عضوی r عضو انتخاب کنی، میشه انتخاب r شی از n شی. حواستون باشه به این دو، به این دو. حالا اینجا چی میگه؟ میگه تعداد زیر مجموعه های 4 عضوی 1 2 3 4 عضوی K
که دارای عضو A باشد، یعنی A حتما توش داشته باشه. خب A کی توش داره؟ پس میره دیگه کنار، A میره داخلش. و فاقد عضو B باشد، یعنی که آقا این B هم که اصلا توش نباشه، چند تا میشه؟ خب من برای این زیر مجموعی که میخوام حساب کنم ببینم چند تا داده برام میمونه، 1 2 3 4 5 تا میمونه. برای چند تا جایگاه 3 تا، پس میشه انتخاب 3 تا از 5 تا که میشه 10 تا. پس کدام گزینه میشه 3؟ بله گلابی بود دیگه. بریم بعد. تست شماره 39. احتمالاً که محمد در کنکور سال 98 پذیرفته شود 1/5 و احتمالاً که در آزمون‌های قلمچی شرکت کند 1/2. اگر او در آزمون‌های قلمچی شرکت کند با احتمال 1/3 در کنکور پذیرفته می‌شود. با چه احتمالی؟ او در آزمون‌های قلمچی شرکت می‌کند یا در کنکور 98 پذیرفته می‌شود؟ بچه‌ها توضیح بدن برای چه آزمونی بوده یا مشخصه؟ خب پس چی؟ بریم برای حلش. 39. آقا همون احتمال شرطی دیگه، اگر رو آورده دیگه. بچه‌ها محمد در کنکور 98 پذیرفته شود، من اسمشو میذارم پی آ، میشه چقدر؟ 1/5. پس میشه همون اینجا یواشکی مینویسم کنکور 98 بود این داستانش. پی بی داستانش میشه چی بچه‌ها؟ قلمچیه شرکت کنه. اصلا معلوم نیست مال چه آزمونی. خب 1/2. ببین یه اگر آورده دیگه، اگره یعنی شرط. ببین اگر وقتی که برای شما آورد خوشگل تر می‌نویسیم پی یه پرانتز یه خط. ببین اون قسمتی که میگه اگر فلان، هر داستانی میاد اینجا. اگر او در آزمون‌های قلمچی شرکت کند، یعنی بی میاد اینجا، پس آ میاد اینجا دیگه، تمام شد. این هم داستان شرطی نوشتن. فرمولش میشه چی؟ پی آ اشتراک بی، اینجا هم پی بی. پس آقا بچه‌ای که سختشونه این فرموله رو بنویسن قاطی میکنن، از اگر نگاه کن، اگر هرچی میاد کلمه دوم، کلمه دوم تو مخرج هم هست، حواست باشه، تموم شد. خب اگر او در آزمون‌های قلمچی شرکت کند با احتمال 1/3 در کنکور پذیرفته میشود، پس اینجا میشه 1/3، قلمچی هم بود که 1/2، طرف این وسط این پی آ اشتراک بی میشه 1/3 ضرب در 1/2 1/6. دانش آموز شرطی رو دید، یعنی آقا این اشتراکه رو باید به دست بیاری. حالا این اشتراکی کجا به درد میخوره؟ کلمه آخر ناکن یا داره دیگه. پس پی آ اجتماع بی، پی آ به علاوه پی بی منهای پی آ اشتراک بی. آقا این داستان اینجا به درد میخواد، این همه حل کرد. پی آ 1/5، پی بی 1/2، منهای 1/6، مخرج مشترک 6/5 تا رو بگیریم 30 تا، اینو ضرب در 6 کن، اینو ضرب در 15 کن، اینو ضرب در 5 کن، 5 و اینم که میشه 16/30. ببینیم ساده کرده یا نه. خب البته ساده کنه دیگه، به 2 زده میشه 8، به 2 زده میشه 15، 8/15 گزینه 1. بله یه احتمال شرطی دیگه. بریم بعدی. سوال شماره 40 میگه اگر احتمال وقوع آ یا بی، دقت کنید یا رو آورده دیگه، اجتماع 76/100، احتمال وقوع آ 52/100، آنگاه احتمال وقوع ب پریم به شرط آ پریم کدوم؟ نگاه کنید آقا فرمول دیگه شرطیه دیگه. خب خلاصه نویسی کنیم، پی آ اجتماع بی رو به ما داده 76/100، اینو داشته باش. خب احتمال وقوع آ رو، پی آ رو به ما داده چقدر بچه‌ها؟ 52/100. این هم هست. احتمال چی رو از من خواسته؟ شرطی. احتمال وقوع ب پریم به شرط آ پریم. خب شرطه میاد اینجا، اینم که اینجا، فرمول بازی دیگه، این که میاد تو مخرج آ پریم اشتراکشون پیه، ب پریم اشتراک آ پریم هم میاد اینجا.
بچه ها ما توی الگو مجموعه دنباله در مورد این فرمولا خیلی صحبت کردیم. این که پی آپریمه، پی آپریم یعنی یکه منهای پی آ. اینو چیکار کنم؟ من اینو میتونم اجتماع کنم پریمو بذارم بیرون، پس میشه پی آ اجتماع بی پریم. خب ببین قوانین دمرگان بود دیگه، این اشتراکی میشد اشتباه پریم میرفت بیرون، اینم میتونم بنویسم یکه منهای پی آ اجتماع بی. خب پی آ رو به من داده 52 صد، این 52 صد، اینم به من داده چقدر؟ 76 صد. خب اینجا میشه 48 صد، اینجا هم میشه 24 صد. صدومش رو به صدومش بزن، 24 به 48 میشه 1/2. یعنی کدام گزینه؟ گزینه 1. بله دیگه، فرمول بازی و یاداوری قوانین مجموعه ها تمام شد، رفت. بریم بعدی. سوال شماره 41. از میان 8 ریاضیدان، 6 فیزیکدان، 5 شیمیدان دانشمند جمع 6 و 5 11 و 8 19 دانشمند کمیته علمی انتخاب میشه. بچه کلمه کمیته، انجمن، گروه، همه اینا داستان ترکیبه. به چند طریق میتوان یک کمیته 3 نفره تشکیل داد، به طوری که حداقل یک ریاضیدان در آن باشه. آقا حداقل فارسیش یعنی کم کم یه دونه باشه، یا دوتا باشه، یا سه تا باشه. خب میتونی هم متمم بریم، یعنی کلش و منهای هیچ ریاضیدان بکنی، کلش 19 تا، سه تا میخوای انتخاب بشه، میشه انتخاب 3 از 19 منهای هیچ ریاضیدان، یعنی ریاضیدان رو خط بزن. 6 و 5 11 میشه 3 از 11. پس بچه ها 3 از 19 رو منهای 3 از 11 میکنی و به گزینه شماره 1 باید برسیم. این از این، نکته خاصی نداشت. بریم سراغ تست 42. سوال شماره 42 میگه 3 تا 3 سالم و یکسان رو با هم پرتاب میکنیم، احتمال آنکه 3 عدد رو شده یک دنباله حسابی با قدر نسبت 2 تشکیل دهن کدوم؟ آقا 3 تا تاس مخرجش، ببین احتمال داریم حل میکنیم، مطلوب بکن، مخرجش یعنی 6 ضرب در 6 ضرب در 6، یعنی 6 به توان 3 یا 216، اینو داشته باش. خب احتمال اینکه اعداد رو شده یک دنباله حسابی، دنباله حسابی یعنی قد نسبت ثابت داشته باشن دیگه. حالت ها رو در نظر بگیرید، 1 3 5، 1 3 5 یا 2 4 6، اینطوری قد نسبت تشکیل میدن، 1 3 5 یا 2 4 6. 1 3 5 سه تا عدده، بس میشه 3 فاکتوریل جایگشت داره میشه 6 حالت. 2 4 6 هم سه تا عدده، 3 فاکتوریل جایگشت داره میشه 6 تا. 6 تا و 6 تا میشه 12 تا، پس میشه 12 به 216 اگر ساده کنم میشه 1 تا. اینم هست. آه سخت که نبود دیگه، دنباله حسابی قدر نسبت یک مقدار مشخصی باشه، این هست. بریم بعدی. تست شماره 43 میگه از کیسه آ شامل 3 مهره آبی و 2 مهره قرمز، یک مهره به تصادف خارج و در کیسه ب که شامل 3 مهره قرمز و 2 مهره آبی است قرار میده و از کیسه به 1 مهره خارج میکنیم، احتمال اینکه این مهره آبی باشه چقدره؟ تستش باحاله بچه، روش شهودی. خب بچه بریم سوال 43 رو حلش کنیم. میگه کیسه آ و کیسه ب، این کیسه آ مثلا یا جعبه آ، اینم جعبه بی، کنار هم در نظر بی، آ و بی. خب قراره یه مهره بره این تو و یک مهره دیگه از این خارج بشه، احتمالی که این مهره آبی باشه، مهره چی باشه بچه ها؟ آبی باشد. بریم سراغ کیسه ها یا جعبه هامون ببینیم داخلش از چه قراره. کیسه ها شانه 3 مهره آبی، 1 2 و 3 تا آبی و 2 تا قرمز، اینم 2 تا قرمز و کیسه بی منش 3 تا قرمز داره، 1 2 3 3 تا قرمز، ای بابا 3 تا قرمز و 2 تا آبی. بچه این آبیه مثلا. خب آقا بالاخره از این یک مهره داره میره داخل این بسته یا کیسه بی. خب اینا مهرهاش به هم میخوره، ممکنه مهرهی که بره داخلش آبی رنگ باشه، ممکنه قرمز رنگ باشه.
سهم آبی بودنش 3 تا از 5 تا، 3 تا از 5 تا. سهم قرمز بودنش 2 تا از 5 تا. خب شما فکر کن یک مهره آبی رفت این تو، بیا بچه سهم آبی بودن این تو چند تا میشه؟ میشه 3 تا از 6 تا یا 1/2. برش گردون عقب، ممکنه قرمز رفته باشه این تو، سهم آبی بودنش رو بعد بازم حساب کنیم. ببین قرار آبی بیاد بیرون، 2 تا از 6 تا میشه، 2 تا از 6 تا میشه 1/3. 2 از 6 بله بچه ضرب کنم 3 2 5 تا 10 تا به علاوه 2 15 2 15 مخرج مشترک 30. خب ضرب در 3 میشه 9، ضرب در 2 میشه 4، 10 میشه 13 به 30. خب یعنی کدام گزینه؟ گزینه 2. بله دقت کنید بچه ها، وقتی که شما دارید مهره ای رو این تو میبرید که نمیدونید چه مهره یه، یا آبی یا قرمز، سهم آبی قرمزش حساب میکنید. اما یادتون باشه از این قرار آبی بیاد، یعنی شما سهم فقط آبی باید حساب کنید. اینجا میشه 2 تا از 6 تا که میشه 2/6 یا 1/3. توی قبلیش یه آبی اضافه میشه، میشه 3/6 میشه 1/2 و در نهایت حساب کتابش رو انجام میدید. بریم بعدی. تست شماره 44 میگه اگر احتمال قهرمانی یک تیم فوتبال در لیگ ایتالیا 7 دهم و امکان قهرمانی تیم دیگری در لیگ ایران 6 دهم باشد، احتمال اینکه حداقل یکی از این دو تیم در کشور خود قهرمان شوند کدام است؟ خب دوست عزیز آلای من، حداقل یکی یعنی پی آش نمای به یعنی پی آ به علاوه پی بی من های پی آش را که بی، شبیه سوالای بالایی آ رو داره بی رو داری تو هم ضرب میکنی اشتراکش رو به دست میاری و در نهایت فرمول پی آشنمای بی رو چکار میکنی؟ مینویسی، یعنی 7 دهم به علاوه 6 دهم منهای حاصل ضربشون. شما باید به گزینه 3 برسید. تمام تکراری بود. بعد 45 گفته در پرتاب 3 تا 3 سالم احتمال این که حاصل ضرب اعداد رو شده عددی زوج باشد کدوم؟ 3 تا تاس شما در نظر بگیری، تاس اول 6 حالت، تاس دوم 6 حالت، تاس سوم هم 6 حالت، 6 به توان 216 حالت تو مخرج اینو داشته باش. حاصل ضرب اعداد رو شده عددی زوج باشه، تو این 3 تا باید یکیش حداقل زوج باشه دیگه، اگر 3 تاش فرد باشه که به درد نمیخوره، یکیش زوج باشه یا 2 تاش زوج باشه یا 3 تاش زوج باشه. بچه ناکنی طولانیه دیگه، اولی دومی سوم حساب کنیم متمم بگیم کلن زوج نباشه، یعنی ستاش فرد باشه. خب تاس اول فرد باشه 1 3 5 میشه 3 حالت، تاس دوم هم میشه 3 حالت، تاس سوم هم میشه 3 حالت، میشه 27/216. شما متممش رو حساب کردید اوکی؟ پس اگر خواستید جواب نهایی رو حساب کنید، 1 منهای 27/216 میشه جواب شما، یعنی گزینه 4 7 8. خودتون ساده سازیشو انجام بدید، مطلب خاصی نداره، یعنی بعضی رو واقعا لازم نیست دست به خود کار بشه، یه کوچولو فکر کنید جواب در میاد. بریم بعدی. سوال شماره 46 گفته خانواده 4 تا فرزند داره. خب این 4 تا بچه، احتمال اینکه فرزندان در فصول مختلف سال به دنیا آمده باشن کدوم؟ خب بچه نها کنین احتمال مطلوب به کل، کلشو بیا حساب کنین، 4 تا بچه داره، هر بچه هم که احتمال 4 فصل رو داره دیگه، 4 تا 4 تا 4 تا 4 تا، پس میشه 4 به توان 4 تو مخرج، این کلش. فصول مختلف سال یعنی بچه اول 4 حالت، بعدی 3 حالت، 2 حالت، 1 حالت، 4 3 2 1 میشه 4 فاکتوریل، پس جواب ما میشه 4 فاکتوریل تقسیم بر 4 به توان 4. بچه 4 فاکتوریل یعنی 4 ضرب در 3 فاکتوریل، مخرجم بود 4 به توان 4، 4شو با این بزن، یه 3 فاکتوریل میمونه بالا یعنی 6، 4 به توان 3 میمونه تو مخرج. ساده سازی انجام بدی به 3/32 میرسی، یعنی کدام گزینه؟ گزینه 4. بله بریم سوال بعدی. تست شماره 47 میگی در یک کیسه 4 تا توپ آبی و 3 تا قرمز و 5 تا سبز، احتمال پرباد بودن توپ برای توپ آبی 3/5، توپ قرمز 2/3 و توپ سبز 2/5.
به تصادف یه توپ میاریم بیرون. با چه احتمالی این توپ پرباد است؟ نگاه کن. خب بچه دیگه بلدید دیگه، گلابیه این کیسه ای ما یا بسته ای ما، چهار تا توش آبی داره، چهار تا آبی داره دیگه، سه تا قرمز دارم، بستر بزرگیش کنم میذاره دیگه، چی دارم؟ پنج تا هم سبز. خب یه توپ بخوام بیارم بیرون، این داستانش میشه. خب ببین، توپ من ممکنه آبی باشه، ممکنه سبز باشه، ممکنه قرمز باشه. سهم آبی بودن میشه چهار به چند؟ خب اینجا میشه هفت، هفت و پنج دوازده. سبزم پنج به دوازده، قرمزم سه به دوازده. این سهمی که این توپا انتخاب بشن این تو. حالا میگه اگر آبی باشه سه پنجم، اگر قرمز باشه دو سوم، و اگر سبز باشه دو پنجم. آقا اینا رو باید تو همدیگه ضرب کنیم. خب بله دیگه بچه، اینا رو تو هم ضرب میکنیم، با هم جمع میکنیم، میشه چهار به دوازده رو میتونم ساده کنم، میشه یک به سه، یک به سه ضرب در سه به پنج به علاوه. پنج به دوازده رو هیچ کاریش نمیتونم بکنم، پنج به دوازده ضرب در دو به پنج به علاوه، سه به دوازده میشه یک چهارم، ضرب در دو سه. بریم ببینیم چی در میاد. خب سه اینه که با سه این بزن یک پنجم به علاوه، دو این میشه شیش، اینم که میشه یک شیشم به علاوه، این میشه یک دو، اینم میشه یک شیشم. خب اینم که میشه دو شیشم، دو شیشم هم میتونم بنویسم یک سوم، سه پنج تا پونزده تا، سه اینم هشت، هشت به پونزده. کدام گزینه؟ گزینه سه. شبیه اینا اینقدر براتون حل کردم که دیگه دانشجو نگاه کنه اینا رو میپاچونه به در و دیوار، میگه این کاری نداره دیگه. بریم بعدی. تست شماره 48. بچه گفتن یه پی اجتماعی به 4 پنجم و پی پریم به روی 12 مساوی پی بی به روی 10 مساوی پی اشتراک بی باشه، مقدار پی بی منهای آ کدومه؟ آه خلاصه تو این سوال هرچی فرمول بوده و اشتباه آورده. بریم ببینیم داستانش چی. خب آقا پی آ اجتماع ب، من تا ببینم سری فرمولش رو بنویسم، آ اجتماع ب دیگه. اینقدر بچه با هم دیگه اینو نوشتیم، باید تو ذهن داشته باش. پی آ به علاوه پی بی منهای پی آ اشتراک بی، اینو داشته باش. خب فقط بدون اینجا رو بهت داده چهار پنجم. بریم پایین تر ببینیم چی داده بهمون. اینجا گفته بچه ها پی آپریم به روی دوازده مساویه پی بی به روی ده مساویه پی آ اشتراک بی. خب بچه من بیام اینا رو مساویه یه حرفی مثل کا، مثل دی، یه هرچی، یه حرف انگلیسی قرار بدم. خب اگر بخوام نتیجه گیری کنم از این، سه تا نتیجه میتونم به من برای من ایجاد بشه. اولین نتیجه، پی آپریم میشه دوازده کا، پی آپریم میشه دوازده کا. نتیجه بعدی، پی بی میشه ده کا، پی بی میشه ده کا. نتیجه بعدی، پی آ اشتراک ب، پی آ اشتراک ب میشه کا. خب بچه بندازیم بالا دیگه. آقا پی بی به من داده چقدر؟ میشه ده کا، ده کا. اینجا رو در آوردم کا. فقط پی آ رو یه ذره زرنگ بازی در بیار. ببین پی آ یعنی یک منهای دوازده کا دیگه، یک منهای دوازده کا متممشه دیگه، مساوی چهار پنج. تکلیف این کار رو من مشخص کنم. خب این با این میشه منهای سیزده، با این میشه منهای سه کا، میشه یک منهای سه کا. اینو بیار این ور، اینو ببر اون ور،
سه کام مساوی میشه با یک منهای چهار پنجم، پنج پنجم، چهار پنجم، یک پنجم، ضرب در یک سوم، ضرب در یک سوم. سه رو با سه ببر، نتیجه اخلاقی کاد میشه 1.15. اینا داشته باش. کاه شد چقدر؟ 1.15. اینا رو در بیام. خب اگر کاه بشه 1.15، اینجا میشه 1.15، اینجا میشه 10.15. این هم که میشه، حالا اگه پی آشو بخوام میشه 1 منهای 12 کا دیگه، نه؟ این هم میشه 12.15. کلن پس میشه 1 منهای 12.15 میشه 3.15. آقا اینا رو در آوردم، بریم آخر داستان. آخر داستان چیه؟ پی بی منهای آ. خب بچه بی منهای آ اینطوری بود دیگه، نگاه کن، اگه این آ باشه این بی باشه، بی منهای آ میشه اینجا دیگه. پس میتونی بگی پی بی منهای پی آ اشتراکی بی. خب الان پی بی رو چند در آوردی؟ 10.15. به 5 ساده کن میشه 2/3 منهای اشتراکیشو در آوردی 1.15. اصلا ساده نکن، ولش کن دیگه، همون مخرجشو هستش که پی بی رو بریز 10.15 منهای اشتراکشون، یعنی کلش منهای اشتراکش دیگه، درست شد؟ 1.15 9.15. خب 9.15 رو ساده کنم به 3، به 3 میشه 3، به 3 میشه 5. بله خب 3 پنجم تو گزینه ها نیست، اما 6 هست. اینو ضرب در 2 کن، اینو ضرب در 2 کن، میشه 6. یعنی کدام گزینه؟ گزینه 3 دیگه. هرچی فرمول بود بنده خدا برشته بود انداخته بود تو سوال که دانش آموز قشنگ سر ذوق و سر حال بیاد. بریم بعدی. سوال شماره 49 میگه در پرتاب دو تاس اگر اعداد ظاهر شده متوالی باشند، خب چقدر احتمال دارد مجموع آنها عددی اول باشد؟ بچه متوالی یعنی پشت سر هم، مثل 1 و 2 و 2 و 1، مثل 2 و 3 و 3 و 2، به همین ترتیب دیگه، نه کاری نداره، می نویسیم و به جوابش می رسیم. نگاه کنید. خب بچه 49 بودیم، گفتم اگر متوالی باشن. خب آقا متوالی باشن مثل 1 و 2 و 2 و 1، مثل 2 و 3 و 3 و 2، مثل خب 3 و 4 4 و 3، مثل 4 و 5 5 و 4، مثل 5 و 6 6 و 5، 1 2 3 4 5 2 5 تا 10. پس مخرج من 10. حالا گفته مجموعشون عدد اول باشه دیگه. خب الان 1 و 2 میشه 3 اوله، اینم 3، 3 و 2 5 اوله، 4 و 3 7 اوله، 5 و 4 9 اول نیست، 5 و 6 11 اول، پس میشه 8/10. داریم توی گزینه ها ساده کرده، به 2 بزن میشه 4 5، 4 5 داریم. بله گزینه 3. بله دیگه توی یکی از آزمونای کشوری اومده بود و خستگی اون در اومد، سوال گلابی بود. بریم بعدی. سوال شماره 50 آخرین تست از آمار آنالیز و احتمال، ایشالله که یاد گرفته باشید. میگه 4 تا فوتبالیست و 3 تا والیبالیست به چند طریق میتوانند توی یه ردیف قرار بگیرن، به طوری که حداقل 2 تا فوتبالیست کنار هم باشه. کم کم 2 تا فوتبالیست کنار هم باشه، یعنی 2 تا یا 3 تا یا 4 تا. آقا طولانیه دیگه، از متمم بریم. متمم یعنی هیچ فوتبالیستی کنار هم نباشه. پس نگاه کنید، ما قراره که هیچ فوتبالیستی رو کنار هم نداشته باشه. آقا 4 تا فوتبالیست بوده، ببین این 1، این 2، این صورتی ها یا این قرمز ها فوتبالیست هن. اوکی؟ و 3 تا هم والیبالیست بوده. خب بیا اینم 3 تا والیبالیست، 1 2 3. داستان چیه؟ میگه حداقل 2 تا، بچه من با ف بنویسم دیگه، فوتبالیست کنار هم باشن، کنار هم یعنی چی؟ یعنی 2 تا یا 3 تا یا 4 تا. طولانی شد. وقتی طولانی شد از روش متمم میریم. روش متمم یعنی چی؟ یعنی کل
منهای اینکه فوتبالیستا کنار هم نباشن. خب اگر فوتبالیستا کنار هم نباشن چجوریه؟ یعنی یه فوتبالیست داشته باشی یه والیبالیست، یه فوتبالیست داشته باشی یه والیبالیست، یه فوتبالیست داشته باشی یه والیبالیست، یه فوتبالیست، 1 2 3 4 این هم 3 تا والیبالیست. خب کلش میشه 7 تا، میشه 7 فاکتوریال. 7 فاکتوریال هم که بچه‌ها میشه چقدر؟ میشه 50 40. آقا این چجوری حساب میشه؟ فوتبالیست والیبالیست فوتبالیست والیبالیست. خب آقا 1 2 3 4 فاکتوریال چون میتونه جاهاشون عوض کنه، اینم ضرب در 3 فاکتوریال. خب این چه میشه؟ 24 تا. اینم چه میشه؟ 6 تا. 6 4 تا 24 تا، 2 6 تا هم 12 تا، اینم میشه 144 تا. 6 4 تا 24 تا، 2ش اینجا 12، 144. خب پس میشه منهای 144 میشه 48 96. 48 96 یعنی کدام گزینه؟ گزینه 4. بله اینم هست. بچه ما 50 تا تست حل کردیم و فکر میکنم شما تو کنکور از مبحث آمار و آنالیز و احتمال شبیه این 50 تا برای شما بیاد و تکرار بشه. انشاءالله در مبحث بعدی میریم سراغ کاربرد مشتق. با ما همراه باشید.